بار دوم که بازداشت شده در واقع بازپرس براش 3 ماه در واقع بستری در یک بیمارستان روانپزشکی نوشته. دوران بسیار سختی رو در اونجا سپری کرده، هر روز کلی دارو بهش میدادن و اصلا در حال خودش نبوده، ولی با این حال در واقع این بیمارستان که گفته میشه وابسته هست به در واقع نهادهای امنیتی، در اون حتی بازجویی هم پس میداده ایشون. خوش اومدی رقیه جون به این گفتگو. مرسی که مثل همیشه اینجا هستی در رابطه با گزارشت صحبت میکنی. البته این دفعه در رابطه با دوتا گزارش از اخیرت صحبت میکنیم، در رابطه با یاسمن رضایی بابادی و آزاده آبدینی، در رابطه با پروسه بازداشتشون و اتفاقاتی که براشون افتاده. و همینجا واقعا میگم اینقدر این گزارش ها سخت نوشتنش که امیدوارم که مثل همیشه پرتوان این کار رو انجام بدی. در رابطه با گزارش یاسمن رضایی، ظاهرن چندین بار بازداشت شده و اون فشارهای خیلی روحی روانی و حتی جسمی زیادی رو طی این بازداشت ها تحمل کرده. یکم در رابطه با وضعیت یاسمن به ما بگو و اینکه خب چرا اینقدر فشار روی یاسمن بوده؟ سلام ریده جان، مرسی که دعوتم کردی و ممنون از حرفهای دلگرم کننده. در مورد خانم یاسمن رضایی، حقیقت ماجرا این هست که ایشون در 3 دوره مختلف بازداشت شده. 2 تاش توی جریان اعتراضات خیابانی بوده، یکیش اواسط آبان ماه بوده و دیگری بعد از کشته شدن محمد مهدی کرمی، کومار کرمی و محمد حسینی که خودش میخواست کیان صداش کنیم، بنابراین ما هم میگیم کیان حسینی. 2 بار بازداشت شده، 1 بار هم در مرداد ماه بازداشت شده. بازداشته ایشون به این صورت بوده که بسیار با ضرب و شتم همراه بوده و به نظر میرسه که در واقع پروژه‌ای رو که جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در واقع برای بعضی از بازداشت شدگان اجرا کردن، از جمله خانم یاسمن رضایی، پروژه دیوان انگاری بوده. من قبلا راجع به این موضوع هم نوشتم، حکومت طوری با در واقع معترضان برخورد میکنه گویی که عقلشون رو از دست دادن که دارن مخالفت میکنن یا اعتراض میکنن. در مورد ایشون هم همینطور بوده. بار دوم که بازداشت شده در واقع بازپرس براش 3 ماه در واقع بستری در یک بیمارستان روانپزشکی نوشته. دوران بسیار سختی رو در اونجا سپری کرده، هر روز کلی دارو بهش میدادن و اصلا در حال خودش نبوده، ولی با این حال در واقع این بیمارستان که گفته میشه وابسته هست به در واقع نهادهای امنیتی، در اون حتی بازجویی هم پس میداده ایشون. بنابراین شاید در واقع موردی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یکی از موارد در واقع دیوان انگاری حکومت باشه که ازش در واقع دارن استفاده میکنن برای که به این زن جوان و خانوادش فشار بیارن. در مورد بازداشت سومش هم که همونطور که گفتم در مرداد ماه بوده، در اداره آگاهی، در واقع ببخشید، در پلیس امنیت اخلاقی کرج، 1 شب ایشون رو تحت شکنجه شدید گذاشتن، تهدیدش کردن با چاقو، با اسلحه و گفتن که میکشیمت و به نظر میرسه که سعی کردن که با این روش های ارعاب در واقع اون رو که در واقع داشته اعتراض میکرده به دفعه های قبلی بازداشتش در اون مکان خاص و شکنجه ها و آزاری که دیده بوده، بیشتر به ترسونن و سعی کنن که صداش رو خفه بکنن. دقیقا این همین پروژه دیوان انگاری یه جورایی برای اینکه اعتراف بگیرن و مجبور کنن به اینکه بگن سازمان یافته بوده، واقعا همه این سناریوها رو اجرا میکنن متاسفانه.
چه چیزی اینقدر این نیروهای سرکوبگر و نیروهای امنیتی که در بازداشت این دختر رو میبرن اینقدر عصبانی کرده، اینقدر شدیدن روی این برخی از افراد که گفتی که پروژه دیوان انگاری روشون اجرا میکنن، چی باعث میشه که اینقدر شدید عمل کنن؟ ببین، واقعیت اینه که در واقع نظام جمهوری اسلامی نظام کاملا پدرسالارانه و مردسالارانه است که از زنان میخواد که مطیع باشن، حرف گوشگان باشن و صداشون در نیاد اگر که بخوام لب کلام رو بگم. بنابراین وقتی که ماموران این حکومت با زنانی مواجه میشن که هر بار که از بازداشت برمیگردن مصممتر از قبل هستن، بسیار خشمگین میشن. خب در مورد بعضی از زندانیان سیاسی زن، این خشمشون رو شاید نتونن به صورت عینی و به این شکل بروز بدن، ولی در مورد کسانی که گمنام هستن، شناخته شده نیستن، جوانن و در واقع تریبونی ندارن اون بیرون، این خشم خودشون رو، خشم از این که یک زنی توی روشون ایستاده و داره مقاومت میکنه، به این شکل اوریان از خشونت در واقع ابراز میکنن. ما بارها بارها در مورد زندانیان زن سیاسی مثلا بهار هدایت، مثل خانم نرگس محمدی، مثل خانم نسرین ستوده داشتیم که شاید با اتهاماتی مثل سپیده قلیان، با اتهاماتی مشابه اتهامات مردانی که زندانی سیاسی هستند به زندان رفتن، بازداشت شدن در واقع و بازجویی پس دادن و بعد براشون احکامی بریده شده که به مراتب از مردانی که هم لول خودشون بودن، یعنی در یک سطح فعالیت مدنی و سیاسی میکردن، بیشتر حکم گرفتن. این واقعیتی هست که ماموران امنیتی و خود نظام جمهوری اسلامی در واقع از اینکه زنان در مقابلش بریستن بسیار بسیار خشمگین میشن. الان یاسمن بهبودی بیرون هست دیگه، درسته؟ با وسیقه بیرون هست. بله، من باش صحبت کردم، البته گفت که ایشون احضار شده به دادگاه و باید در طی فکر میکنم چند هفته آینده بره جواب پس بده، که در واقع برای دو تا پرونده ای که هنوز ازش باز هست جواب پس بده. ایشون بله الان در حال حاضر بیرون از زندانه با قرار کفالت. درسته. و در رابطه با گزارش که در خصوص آزاده آبدینی نوشتی، این دختری که فیلمش رو البته همه اول دیدن که یه جورایی واقعا با اون حجاب اختیاری خودش اومده بود و در تیرس یک بسیجی قرار میگیره و گزارش میشه وضعیتش و بعد بازداشت میشه، در مورد پروسه بازداشتش به ما بگو و اینکه الان تو چه وضعیتی هست. راستش خبر خیلی خاصی از وضعیت خانم آبدینی در دست نیست. خب ویدیوهای ایشون رو فکر میکنم بیشتر مردم دیدن و ما میدونیم که از سوی در واقع نهادهای وابسته به حکومت منتشر شده این ویدیو، یعنی در واقع از طریق یه بسیجی ضبط شده و بعد هم گروهای فشار خودشون منتشر کردن. اما منبعی که با من صحبت کرد راجب این تاکید داشت که این بازداشت در واقع بعد از کمینی بوده که نیروهای امنیتی برایشون کرده بودن، یعنی منتظر شدن که از خونه خارج بشه، آدرسش رو میدونستن چون قبلا یه بار بازداشت شده بوده، قاعدتا همه چیز رو در موردش میدونستن، ولی خب کمین کردن توی خیابون، براش صف کردن که از اون بلوک در واقع مسکونی خودش خارج بشه، توی ماشین متوقفش کردن در حالی که داشته رانندگی میکرده و بازداشتش کردن و در واقع هیچ اطلاعی هم به خانوادش ندادن که این بازداشت صورت گرفته و مردم محلی، مغازه‌دارها از روی پلاک ماشینش، از روی چهرش در واقع تشخیص دادن که اونو دست به دست خبر به دست خانواده و دوستانش رسیده. متاسفانه ما اطلاعی نداریم که ایشون تماس گرفته با خانواده از وقتی که این گزارش نوشته شده یا نه، ولی تا زمانی که این گزارش نوشته می شد هیچ تماسی هم با خانواده نداشته، اونطور که این منبع آگاه نزدیک بهش به من گفت.
درسته، خیلی واقعا جای تاسفه. مرسی، خیلی ممنونم ازت، ممنون که این گزارش رو می نویسی و پیگیری می کنی. امیدواریم که واقعا صداشون شنیده بشه و پیگیری ها برای اینکه بشه این افراد رو نجات داد انجام بشه تو شبکه های اجتماعی.